بخواییم از واژه‌های منوس در جامعه افغانستان که با سالار ختم می شود یاد کنیم. شاید ذهن‌ها فراتر از مرد سالار و جنگ سالار نرود. ولکنون یک گروهی از فعالین مدنی به نام هنر سالار در آن کشور عرض وجود کردند که ماموریتشان پوشاندن دیوارهای بزرگ عظیم شهر کابل با رسامی‌هایی است که هر کدام حاوی یک پیام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی برای باشندگان است. شر بیشتر این پروژه مدنی را از مؤسس آن می‌شنویم که همکنون در استودیو با ما هستند. آقای امید شریفی، بنیانگذار گروه هنر سالار را با خود داریم. آقای شریفی، سلام بر شما. سپاس از اینکه در این سفر خود وقت خود در اختیار تلویزیون ما گذاشتین. ابتدا اندکی در مورد گروه معلومات بدین و چرا هنر سالار؟ تشکر که بر ما وقت دادین. هنر سالار یک گروه رضاکار است، جوان است. ما خواستیم که با این حرکت خود امی نامایی که بسیار یک پسوند منفی دارن، بله، مثل جنگ سالار یا کسی که مواد مخدر قاچاق میکنه یا مرد سالار، ما از امو سالارای مثبت جامعه باشیم و دوباره این نام زیبا را بگیریم. و این یک کار رضاکار است که ما فقط بروی سرک برآمدیم تا دیگه گروپ ها را، دیگه جوان ها را تشویق کنیم که هم یک کار میتونن بکنن. هدف ما این است که ما دیوارهای بدرنگ امنیتی که کابل مثل زندان ساخته اینا را از بین ببریم با پیامهای مشخص، با رنگ، با رسامی، با یک کار اجتماعی که همه میتونن در او سهیم شوند. بله. خب فعالیت های گروه شما با کمپین علیه مبارزه با فساد اداری در کابل برجسته شد. کمی در مورد کمپین معلومات بدین و واکنش حکومت به او چی بود؟ خب بسیار مشهور است، دو چشم بسیار کلان 30 متر در کابل اگه ببینید نوشته است من تو را میبینم و فساد از خدا و چشم مردم پنهان نیست. این در هر سرک کابل کال برین و هر شهروند افغانستان ایره میفهمن، شما را که در روی سرک ببینن میگن اینی مردم های من تو را میبینم هستم. هدف شامی است که ما به مردمی که دزدی میکنن، مردمی که فاسد هستن، چی در حکومت چی در جامعه مدنی، در هر جایی که هستن، برشان بگیم که شما دزدی میکنین، ما خبر هستیم، یک وقت شما را به عدالت میکشانیم. و در این قسمت حکومت همکاری کردن، امو در اجازه گرفتن و ای که بر ما زمینه زیر میسر میسازند که ما بریم این دیوارا را استفاده کنیم و روش رسامی کنیم، در این قسمت همیشه همکاری کردن. بله. پروژه های دیگه شما شامل افزایش آگاهی عامه در قبال موضوعات اجتماعی، حضور زنها در پلیس، موضوع دیگه که شما به او پرداختین، دیگه چه موضوعات بالفرض تابو را در جامعه شما از طریق رسامی ها ابراز میکنه؟ خب ببینین، هنر در 15 سال اخیر بسیار زیاد توجه برش نشده بود. زمانی که ما دو سال گذشته آمدیم و این حرکت شروع کردیم، از هنر، رسامی، نقاشی به عنوان یک ابزار استفاده کردیم تا با مو چالش های بزرگ که ما در افغانستان داریم بتونیم رای حل برش پیدا کنیم، در خود مشکل رای حل برش پیدا کنیم. مثل که موضوع مبارزه با فساد بود، مثل موضوعی که شما یاد کردین، خانم های پلیس، در پلیس خانم ها کم هستند تعدادشان و هم که وظایف بسیار کوچک دارن، در پشت پرده کار میکنن. ما خواستیم تصاویر از اینا را رسامی کنیم در ابزارهای امنیتی پلیس، با خود پلیس های مرد آوردیم تا اینا را رسامی کنن، تا اگر احترام ایجاد شود هم چشم مردم با یونیفرم یک خانم پلیس آشناتر شود. در ضمن شما به هلمند میریم تا در مقابل پولیو رسامی کنیم. امین خان، با ولایت های دیگه هم ما برنامه های مشخص خود داریم تا موضوعات خود زیر آزار عزت خیابانی، این موضوعات از خود جامعه بگیریم، برای شگرای حل پیدا کنیم و مردم متوجهش بشن. تا چه حد هنر سالار میتونه با موضوعات حساس سیاسی بپردازه؟ جلب و جذب جوانان به افرادگرایی، گروه داعش، گروه طالبان، فکر میکنین که در این گستره هم شما فعالیت هایی را در آینده داشته باشین یا خیر؟ یکی از اهداف مهم ما ایست که ما می بنیادگرایی که بسیار در جنوب آسیا و خصوصا در افغانستان و پاکستان بیشتر شده، ایره به یک نوع برش امراش مقابله کنیم. و یکی از برنامه ای است که مثلا ما همین تعداد مردمی که کشته میشن برای یک چهره بتیم، ببینین فقط نمره شده 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر کشته میشه، حتی مردم فقط میگن جگرخون نمیشن. دیگه ما میخوایم با رسامی تصاویر از این کسایی که کشته شدن، با آهنگ هایی که میتونه بر مردم بفهمانه که شما مثلا چرا می کارا میکنین، فقط سوال میکنیم که چرا شما کس را میکشین، یک دختر کس است، مادر کس است، برادر کس است. یعنی بگنه باید اینا را ما کمک کنیم که سوال کنن، یک فکر انتقادی باید پیدا کنن که چرا ما این کارا باید بکنیم. آخرین رسامی شما تصویری است که در او امان الله خان و چند شخصیت سیاسی یا مطرح دیگه افغان است، در او پیام از این چیست؟ ببینین، جوانای امروز افغانستان، ما امروز زمانی که رسامی میکردیم در کابل، چیزی که بسیار برای من مایوس کننده است که مردم حتی یادشان رفته که این تصویر از امان الله خان است یا نه، یا کاتب هزاره هست یا نه. به او خاطر ما خواستیم رول مدل ها را، الگوهای اصیل افغانی را دوباره معرفی کنیم تا جوان امروزی پشت یک جنگ سالار نره، پشت امان الله خان بره، پشت فیض محمد کاتب هزاره بره یا پشت غبار بره. بله. و اگر بسیار به شکل خلاصه از هدف سفر خود به ایالات متحده معلومات بدین، به چه دلیل اینجا هست؟ به انستیتوت صلح امریکا دعوت شده بودم، یک سخنرانی داشتم در مورد از اینکه
چطور کارهای هنری میتونه در قسمت اعمار صلح کمک کنه بله. که بسیار با تشویق و پذیرایی روبرو شد، تانستیم با نهادهای مختلف با همکارهای مختلف در این مورد صحبت کنیم و حداقل یک توجه این نهادها را بالای افغانستان داشته باشیم. بله، ممنون و سپاس از شما آقای شریفی. سفر پرباره را در امریکا و بازگشت خوب به افغانستان داشته باشیم. ممنون از شما. تشکر.